روشن نشدن خودرو، خاموش شدن ناگهانی، ریپ زدن، بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص و خیلی ایرادهای دیگه ناشی از خرابی خط به نام سنسور دور موتور هستش. توی این ویدیو قرار با هم دیگه سنسور دور موتور رو به صورت دقیق و خیلی شفاف بررسی کنیم. بریم با هم دیگه روی میز کار این سنسور رو بررسی. خب دوستان، سنسور دور موتور، وظیفه سنسور دور موتور تشخیص موقعیت نیرلنگ و پیستون ها و ارسال اون به ECU، که ECU طبق اون زمان پاشش سوخت و جرقه رو تعیین کنه. این اولین وظیفه. دومین وظیفه که داره ارسال اطلاعات سرعت چرخش میلنگ هستش، که ECU هم طبق اون اطلاعات آوانس های لازم رو برای هر عملگری تعیین کنه. نام های سنسور دور موتور، سنسور موقعیت میلنگ هم هستش با علائم ESS، Engine Speed Sensor، C-Copy، Crankshaft Position و RPM، Rotate Per Minute هم شناخته میشه و نوشته میشه. محل نصب سنسور روی گلدانی گیربوکس یا بلوکه سیلند یا فولیه سرمیلنگ و بعضی از خودرو هم داخل دلکو که بیشتر تو محصولات داخلی روی گلدانی گیربوکس که در مجاورت و با فاصله نیم تا 1.5 میلیمتر روی دندونه های، یعنی این فاصله از روی دندونه های تریگر فلای ویل قرار داره. خب سنسور دور موتور تشکیل شده از یک هسته فلزی که اینجا می‌بینید، این هسته فلزی، من بذار این سیرکیت کامل باز کنم، خب همونطور که گفتم از یک هسته فلزی تشکیل شده که یک سیم پیچ که من درآوردم دور این هسته فلزی پیچیده شده و در انتها هم وصل به یک آهنربا. خب این هسته فلزی که اینجا می‌بینید زمانی که سنسور به قسمت‌های فلای ویل قرار داره، روی به در این روبروی تریگر فلای ویل قرار داره، زمانی که تریگر فلای ویل می‌چرخه روی دندونه‌های سنسور، وقتی نزدیک سنسور قرار میگیرن اون دندونه های فلای ویل، باعث ایجاد یک جریان مغناطیسی میشه و به صورت خاص DC ارسال. بریم با هم دیگه فلای ویل رو روی تصویر کامل توضیح بدم، محل قرارگیری سنسور رو هم روش توضیح بدم و برای بررسی بیشتر بیاییم. دوستان همونطور که توضیح دادم خدمتتون، سنسور دور موتور شامل اجزایی هستش. ببینید این آهنربایی که اینجا قرار داره یه هسته فلزی، این قسمت قرار داره که یک سیم پیچ به دور اون با یک فاصله مشخص بر قسمتی قرار داره در گیربوکس که روبروی دنده های تریگر فلایویل هست، این اندازه معمولاً بین نیم تا 1.5 میلیمتر، 5 دهم الی 1.5 دهم میلیمتر فاصله هست. این دندونهای فلای ویل 60 قسمت تقسیم شده که هر قسمت 6 درجه فاصله بین این دو دست. به دو تا دندونه اون خالی و زمانی که روبروی سنسور دور موتور قرار میگیره، این مشخص میکنه که میلنگ یک دور چرخید. زمانی که این فلای ویل میچرخه و در روبروی این هسته آهنی یا در واقع همون سنسور دور موتور قسمت آهنرباییش فعال میشه، یک سیگنال مغناطیسی ارسال میکنه برای ECU که حالت در واقع سینوسی اینجا شما میبینید و بر حسب ولتاژ این سیگنال ارسال میشه و همین خاطره که دور ECU متوجه تغییرات چرخش میلنگ میشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، یکی دیگه از وظایف سنسور دور موتور ارسال اطلاعات سرعت چرخش میلنگ و یا همون دور موتور بی سی یو هستش که ای سی یو طبق اون آوانس های لازم رو برای هر عملگری تعیین کنه. زمانی که فلایویل میچرخه، یعنی سرعت چرخش میلنگ بالا هستش، بسیار زیادتر هستن و حرکت رفت و برگشتی که اینجا میبینید بسیار بیشتر است. و زمانی که سرعت چرخش میلنگ پایین هست و کلا دور موتور پایین هستش، این پالس ها به صورت فاصله های بیشتری ایجاد میشه. زمانی که این فلایویل سریع میچرخه، این سیم پیچی که اینجا قرار داره و این سر اون هم که آهنربا وجود داره، به وسیله دورش که سیم به سمت ECU میره که ECU این اطلاعات رو سنجش میکنه و به دست عمومی میرسه. همونطور که دیدی وقتی سنسور روی فلایویل قرار داره، فلایویل روی در واقع اطراف فلایویل 360 درجه محیط هستش که روی اطراف اون 60 تا دندونه قرار داره. هر قسمت فاصله بین هر دو تا دندونه 6 درجه هست. 360 وقت 60 کنیم میشه 6 درجه. اما دو تا از این دندونه ها خالیه که دقیقاً مشخص میکنه که میلنگ یک دور چرخیده، فلایویل یک بار چرخیده و سنسور این خالی بودن در واقع میلنگ رو تشخیص میده و از اون طریق متوجه میشه که میلنگ یک دور چرخیده و این اطلاعات در واقع مغناطیسی رو به ECU میفرسته که ECU متوجه میشه میلنگ یک دور چرخ. فلایویل باید در محل نصب و در قسمت تایمینگی که با میلنگ داره باید نصب شه، چون در غیر این صورت ECU توانایی تشخیص و بررسی درستی رو نداره. پس اگر فلایویل نیاز به تعویض داشت، باید دقت کنید که زاویه پین فلایویل و دندونه های خالی یکسان باشه. این زاویه در اکثر موتورها مشابه هستش، اما باید دقت کنید و طبق دفترچه راهنمایی اون فلایویل نصب شه. اگر دندونهای فلایویل هم دچار شکستگی یا ترک خوردگی و دفرمگی باشه، باعث ارسال سیگنال اشتباه بیشتر میشه. خب سنسور دور موتور سه پایه هستش، پایه 1 و 2 سیگنال و پایه 3 شیت هستش یا نویزگیر. ببینید وقتی فلایویل میچرخه و این میدان مغناطیسی یک ولتاژ تعیین میکنه و به ECU ارسال میکنه، این پایه های 1 و 2 در واقع سیگنال های ارسالی به ECU هستش و پایه 3 پایه 1 مربوط به شیلد یا محافظ در واقع سنسور هستش. پایه که اطراف در واقع اگه بعضی موقع دقت کردید یک ورقه فویل آلومینیومی شکل یا مسی شکل اطراف اون دو تا سیم قرار دارن، همین نویز گیر هستش. ممکنه قسمت جلوی سنسور مثل این مورد با دندونهای فلایویل برخورد کنه و دچار خرابی و شکستگی میشه که این باعث ایجاد خطا یا مشکل در خودرو میشه. کثیفی روی سنسور هم باعث ایجاد خطا و عدم کارایی سنسور دور موتور میشه. دو نوع در واقع سنسور دور موتور داریم در خودروهای، یعنی سوکت قهوه‌ای و سوکت مشک. سوکت قهوه‌ای، سنسور سوکت قهوه‌ای مربوط به خودروهایی که داره ECU ساجم هستن و مشکی هم در خودروهای جدیدتر حالا زیمنس و بقیه ECU ها دیده میشه. البته سنسورهای با شکل شمایل متفاوت تر در خودروهای T5, EF7 و D26 ها وجود داره که تصویرش من اینجا میذارم براتون. تفاوت این دوتا سنسور هم در مقدار مقاومت داخلی اونا هستش. اگر خواستید سلامت سنسور رو در نظر بگیرید، باید مقاومت داخلی سیم پیچ رو بین پایه های 1 و 2 اندازه بگیرید. در سوکت های قهوه‌ای باید 400 اوم
و در سوکت در واقع مشکی تقریبا 850 اوم باید باشه. اما کار دیگه سنسور دور موتور چیه؟ سنسور دور موتور یک کار دیگه داره، اونم تشخیص احتراق ناقص. زمانی که در هر سیلندر احتراق انجام میشه، یک شتاب چرخشی در فلای ویل ایجاد میشه. اگر در هر سیلندر موقع احتراق شتاب چرخشی برابر نبود، یکی کمتر بود، یعنی در اون سیلندر احتراق ناقص یا در واقع میس فایر داریم و سنسور دور موتور با سیگنالی که در اون سیلندر ایجاد میشه ECU رو متوجه احتراق ناقص در اون سیلندر. پس نکته اینجاست، بعضی اوقات اگر خطای احتراق ناقص یا میس فایر دیدید و همه موارد هم بررسی کردید، شم، وایر، کوه، سوزن ها و تمام موارد بررسی کردید و ایرادی در اونها ندید، ممکنه دلیل اون خرابی خود سنسور دور موتور باشه. معمولا در این مواقع خطاهایی که ثبت میشه احتراق ناقص در سیلندر نامعلوم هستش. اگه این خطا رو دیدید باید خرابی سنسور دور موتور یا اجزای مربوط اون رو مورد توجه قرار بدید. مثلا دندونهای فلای ویل، سوکت سنسور دور موتور، سیم کشی، میلنگ و یا متعلقاتی که میلنگ رو میچرخونه مثل تسمه تای. از طریق دستگاه دیاگ هم میشه سنسور دور موتور رو در واقع تست کرد. پارامتر دور موتور اگر وجود داشته باشه در دستگاه دیاگ یعنی سنسور سالم. اگر در حالت گرما خطای سنسور دور موتور ایجاد شد، بدون سیم پیچ داخلی مقاومتش بالا رفته و معیوب است. اما علائم خرابی سنسور دور موتور، ببینید اولین علامتش روشن نشدن ماشین هنگام استارت زدن هستش. دومیش خاموش شدن ماشین بلافاصله بعد از استارت زدن. سومین علامت اون عدم تناسب بین دور موتور و سرعت ماشین هستش. چهارمین علائمی که داره مشکل در تعویض دنده ها هستش. وقتی شما دنده ها رو تعویض میکنید دور موتور به صورت غیر معمول میشه. پنجمین علامت اون نوسان عقربه دور موتور و در واقع عقربه دور موتور یک نواخت نیست و به صورت شلاقی ممکنه نوسان داشته باشه. ششم علامت اون بالا نرفتن عقربه دور موتور از یک حد خاص هستش و ایجاد حالت کاتاف، یعنی وقتی قبل از اینکه به محدوده رد لاین میرسی یه حالت بک و پاشش کاتاف ایجاد میشه. خب هفتمین دلیل در واقع علامت اون بدکار کردن موتور هستش که مشخص سنسور دور موتور. هشتمین علامت اون نمایش نامناسب دور موتور در زمان روشن بودن خودرو هستش. همچنین علائم کثیفی سنسور دور موتور ای چیه؟ اینی که نوسانات ناگهانی دور موتور ده. ببینید سنسور دور موتور این محدوده این قسمتش کثیف شده، حالا یا با آهن روباش براده جذب یا هرچی. دومی سخت روشن شدن ماشین حین استارت زدن هستش که این هم به دلیل کثیفی روی سنسور دور موتور هستش. و همچنین دلیل آخر که نشونه، علامت آخر که نشون میده سنسور دور موتور کثیف شده، افت محسوس شتاب ماشین هم یکی از دلایل اون هست، علائم در واقع کثیفی سنسور دور موتور هستش. خب دوستان این هم از بررسی سنسور دور موتور. ازتون خواهش میکنم اگه این ویدیو مفیده برای دوستانتون بفرستید. مشکلاتی که در این مورد داشتید حتما تو کامنت ها با مون در میون بذارید، حتما دوستان ازشون استفاده میکنن. همچنین اگر امکانش هست این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کانال فراموش نشه و اینکه مواظب خودتون و خودروی خودتون باشید. موفق و معید و پیروز باشید.